سلام، شما اکسیون اینجا برپا کردید، این اکسیون به چه مناسبتیه؟ سلام و تشکر. ما گروهی از زنان هستیم که در یک حرکت مستقلانه و خودجوش به نام کمپاین دادخواهی برای آزادسازی زنان و معترض در بند در افغانستان هر هفته این حرکت در مقابل پارلمان سوئد برگزار میکنیم و از طریق پلاکارد پیام و شعار و حرف خود برای نماینده های سوئد میرسانیم تا از این طریق توجه نماینده ها رو جلب کنیم برای از این که برای طالبا لابیگری صورت نگیره و این پروسه شناختن طالبا و رسمیت شناختنشان کنسل بشه. اخیراً ویدئویی از زنان افغانستان که در زندان افتاده بودن پخش شده، نظرتون نسبت به این ویدئو چیه؟ ویدیو مسلماً ویدیویی هست که هر بیننده متوجه می‌سازه که او اعتراف‌ها و او عرف‌ها با جبر و اکراه و فشار و تهدید گرفته شده. دخترها انواع و اقسام شکنجه‌های روحی و جسمی شدن و مجبور به اعتراف شدن. رنگ‌های زرد و چهره‌های رنگ پریده و صداهای لرزان دخترها ثابت می‌سازه که او اعتراف‌ها اجباری بود. اما یک چیز به هیچ عنوان همچون ویدیوها و همچون پروپاگاندها نمیتونه که رابطه ناگسیستنی بین زنان از بین ببره، رابطه ناگسیستنی بین زنان معترض چی در داخل و چی در خارج از کشور صدمه برسانه و خدشه‌دار بسازه. آیا افرادو میشناختین از قبل شما؟ او زنان معترضی هستم که به خاطر اعتراض برای نبود نان، برای نبود نان، کار و آزادی به خیابان آمدم و او زنان به جرم حق طلبی و به جرم اعتراض در آنچه که ظلم و شکنجه و ستمی که وجود داره دستگیر شدن. او زنان مبارز و زنان شجاعی هستند که اعتراض کردن در مقابل یک ظلم، در مقابل ستم، شکنجه، فشار، تهدید، فقر اقتصادی و به خاطر گرفتن حق خود به خیابان آمده بودن. تشکر از همراهیتون در این گفتگو.